ترانه بسیار زیبا و مقبولی بود. نظر شما چیه؟ استاد ساربان نگران چیه؟ اینی که لیلا را دست بده. Hey, what's up? My name is PX Poopai. خیلی خوش آمدید به چنل یوتیوبی لالا پاشاتون. بچه ها، امروز به درخواست خیلی از دوستان عزیز ریاکت داریم به ترانه زیبای لیلا یا همون لیلی از استاد ساربان بزرگ. و چقدر ترانه بسیار زیبا و قابل قبولیه. قبل اینکه بریم این ویدیو رو ببینید، حتما چنل منو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک و کامنت کنید، اون زنگوله بغلش هم روشن کنید. آیدی اینستاگرام هم بالا میاد، اونجا هم حتما منو فالو کنید. پس بریم که ریاکت جالبو هم دیگه داشته باشیم. Are you ready? ترانه‌ای هم از استاد ساربان، سبک ساز زدن و موسیقیش هم خاص خودش بوده. یعنی اگه یک کسایی که استاد ساربان خیلی خوب میشناسن یک ترانه بهش پخش کنید که قبلا گوش نداده از استاد ساربان، از ریتم موسیقی قشنگ متوجه میشه که این ترانه استاد ساربان عزیز بوده. یعنی سبک موسیقی خاص خودش داشت. ببینید خود موسیقی اصلا داره با انسان صحبت میکنه، خود موسیقی داره منظور شعر رو میرسونه قبل از خوندن استاد ساربان. و استاد ساربان کسی بوده که واقعا با عشق کاراش انجام میداد و کارهای به شدت تمیزی بدون عیب و نقصی داده بیرون. برید چه ریتم جالبی گرفتی انتهاش، دیرید خیلی قشنگ بود. دقیقا میگم که مثل تحریرهای خود استاد ساربان این تحریرهای زیبا و قشنگش. بریم ادامه ببینیم توی خوندن چی کار میکنه. بدگیردتگر سار سنگ سازن لیلا، رش را چون دلی من تنگ سازن لیلا، رشا چون دل من تنگ سازن لیلا. داره از دلتنگی و فراقش میگه نسبت به معشوقش که حالا لیلا خطابش کرده. و ببینید دلتنگیشو تا چه حد داره به خوبی نمایش میده، به این زیبایی داره نمایش میده. ببینیم دانش کنیم. چه گافم قله را بیشی تو باید من، شگافم قله را بیشی تو باید من. اون تحریرهای ریزش اینا به خاطر اینه که بسی غمها کشیده و این غمه نشسته قشنگ توی دارای صوتیش، توی صداش. و تحریرهایی که میده قشنگ حس غم رو چند برابر میکنم. بریم ادامه. زیخونم در جام را رنگ سازن لیلا، زیخونم در جام را رنگ سازن لیلا، لیلا 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 لیلا. چه باحال داره لیلا لیلا رو میگه و یک حالت بسیار زیبا از فراقی که حالا با معشوقش داره، حالا نمیدونم اینجا احتمالاً از فراق و دلتنگیش داره میگه یا اینکه حاضر چه کار کنه واسه عشقش. استاد ساربان دور سال من شنیدم که به عشقش نرسیده ولی توی ترناش به شدت جبران کرده این قضیه رو. بریم ادامه. لیلا 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 مجنون
شدم از غمت با ویلا، مجنون شدم از غمت با ویلا، مجنون شدم از غمت با ویلا. یعنی حالا دقیقا نمیدونم تو این شعر استاد ساربان نگران چیه، اینی که لیلا را دست بده یا نه، چون که در ابتدایش ترانش گفتش که ببخشید، در ابتدای ترانش گفت که بر دور گردنت یک حصار از سنگ می سازم. این حالا فکر کنم بحث نگرانیه که حالا عشقش رو بتونه نگه داره. حالا بریم ادامه. حالا اگه اشتباه نکنم این سازی که الان داره نواخته میشه رباب و همراه با طبله و یک سری از سازهای اصیل کشور افغانستانه و ترانه‌های قدیمی اکثرا با این سازها نواخته شده و من دیدم که خواننده‌های امروزی هم بعضی هاشون، مثلا یکی مثل خانم فتانه هم یک ترانه خونده که طبله نوازی شده داخلش و سبک موسیقی افغانستانی. نمیدونم که یه جایش هم آرگون اومد و یه جای دیگه فکر کنم حالا نمیدونم رباب بود و چقدر تونتون نواخت این رباب رو. حالا یه رباب یا تار که ابتداش من فکر کنم سنتور بود، چون که سنتور هم اینقدر تونتون نواخت نشه، ولی خب فکر کنم سنتور توی سبک موسیقی های کشور افغانستان کمتر من دیدم. اگه شروع بریم دوم. منم مجنون توی لیلای زیبا، لیلا غم عشقت مرا کرده است رسوا، لیلا غم عشقت مرا کرده است رسوا، لیلا غم عشقت مرا کرده است رسوا، لیلا. عشق بچه همینه، عشق تابان داره. من تا رو ندیدم کسی دو نفر عاشق هم دیگه باشن و من که سختیه رو نکشیده باشم. پس موقع آدم یاد یه سری خاطرات میفته عصبی میشه. بله عشق به راحتی به دست نمیاد، سختی خودش داره. چی دیگه که به راحتی به دستش میاری اون عشق نیست و اون مزه عاشق و عاشقی رو نداره. به شب از غمت خوابم نیاید، به شب از غمت خوابم نیاید، مرا بگذاشتی تنهای تنها لیلا. به شبها از غمت خوابم نیاید، مرا تنها بگذاشتی، مرا بگذاشتی تنهای تنها لیلا. داره از زندگیش میگه به نظر من استاد ساربان، حرفایی که توی زندگی واقعیش اتفاق افتاده داریم صحبت میکنه و آدم به شدت ناراحت و غمگین میشه وقتی خاطرات استاد ساربان رو میخونه. ماشاءالله که یادش همیشه زنده و گرامی باشه و روحش شاد. لیلا 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 لیلا، مجنون شدم از غمت با ویلا، لیلا 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 لیلا. به به به، چه ترانه بسیار زیبا و مقبولی بود، نظر شما چیه؟ ولی این ترانه به شدت ترانه زیبایی بود. یه بالو من اینا رو همه به حس خوب میگیرم، این که در پایان یک شعر پرنده بیاد، این یعنی که این ترانه به شدت
عشق و علاقه رو منتقل کرده. یعنی اون حسی که این ترانه استاد ساربان داده، این حس من به صورت انرژی منتقل شده توی خونه، فضای خونه رو مثبت کرده و باعث شده پرنده جذب من بشه. واقعا به اینا حتما دقت کن، اینا نکاتی که توی زندگی همه اتفاق میفته و همه باید بهش توجه کنن. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروزمون. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه از این ویدیو خوشحالتون اومد، چنل من حتما سابسکرایب کنید، اون زنگولی براشم روشن کنید، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنید، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد اونجا حتما منو فالو کنید. ممنون از نگاهتون، خیلی دوستتون دارم. گود بای.